محمد بوعزیزی جوانی از پایین‌ترین طبقات جامعه تونس اما تحصیل کرده بود. کودکی تلخی داشت زیرا در 3 سالگی پدرش رو که کارگری ساده بود از دست داد و زندگی سخت او و خانواده‌اش سخت‌تر شد و بار تأمین معاش خانواده روی دوش او افتاد. محمد از دست فروشی خرج خود و خانوادهش را تأمین می کرد تا اینکه در روز حادثه چند مأمور پلیس که گویا زیر نظر شهرداری موظف به حفظ نظم بازار بودند راه ورودش را به آنجا بستند و تقاضای رشوه کردند. محمد خسته و بی پولتر از آن بود که بتواند رشوه بدهد، پس اعتراض کرد، اما آنها اعتراضهایش را با اهانت و ضرب و شتم پاسخ دادند و غرور جوان دست فروش را، آن هم در جایی که خیلی ها او را می شناختند، لگد مال کردند و از آن بدتر گاری ترازو و لوازمش را که تنها سرمایه زندگیش بود با خود بردند. محمد در ابتدا تلاش کرد تا با شکایت از مسیر قانون به ظلمی که دیده بود واکنش نشان بدهد، اما کسی به حرفهایش گوش نمی کرد. حتی دوستان او در بازار سکوت کردند، پای خود را از ماجرا بیرون کشیدند و مشغول کسب و کار روزانهشان شدند. محمد که هیچ راه دیگری برای اعتراض و شکایت نداشت، جلوی ساختمان شهرداری ایستاد و همانجا مقابل چشمان صدها نفر خودش را آتش زد. مردم با عجله آتش را خاموش کردند، اما آمبولانس به موقع نیامد و آسیب‌های مهلکی به او وارد شد. سفته در بیمارستان بستری بود و سپس در 26 سالگی از دنیا رفت. پس از مرگش کشور یک پارچه در اعتراضات فرو رفت و هنوز 10 روز نگذشته بود که حکومت زین العابدین ابن علی رو به فروپاشی رفت و خود دیکتاتور از تونس گریخت. محمد بوعزیزی با خودسوزی الگویی خشن و دردناک از اعتراض به ظلم و بی‌عدالتی ارائه کرد که در همان روزها چندین و چند بار نه فقط در تونس که در مصر و الجزایر و برخی کشورهای دیگر هم تکرار شد. موج‌های اعتراض که بعد از هر خودسوزی بلندتر می‌شد، چند کشور عربی را فرا گرفت و در مسیر خود برخی حکومت‌های دیکتاتوری را فرو شکست و سرنگون کرد. هرچند نتایج این تغییر و تحولات که رسانه‌ها آن را بهار عربی می‌خواندند چندان رضایت بخش نبود و دست کم تأثیر آنی نداشت.